کوچه ایرانیان، با درود. خب ما شاهدیم بیش از 4 دهه است که قومی با ریا و تزویر بر مملکت ما حاکم شدند. اهمیت در این است که ریشه های این متجاوزین به حقوق ملت ایران را خود ما آبیاری کردیم. خود ما که عرض میکنم یعنی حکومت گذشته. نمیدانم این چه تدبیری بود در کشوری که هیچ حزبی را تحمل نمی کردن، اما این قوم اسلام زده عقب افتاده و از زمان و تاریخ را چنان پیگیرش بودند که همه نوع تسهیلاتی برایشان مهیا کردند تا آنقدر تنومند شوند که مقابل رژیم گذشته بایستند، رژیم پادشاهی که داشت با بهره گیری از جهان امروز به تمدن جهانی نزدیک میشد. و این ملایان بی سواد ولی ریاکار با استفاده از این فرصت در مساجدی که به کمک حکومت چندین برابر زمان رضاشاه گسترش پیدا کرده بود، با خرافات ستای غاز خودشان در میان روستاییان و جهال شهری چنان مخشویی کردند که توانستند با جمعیتی چند هزار نفره به میدان بیایند و هرچه که ساخته شده بود را جارو کنند. امروز شاهد هستید. خب این یک اشتباه تاکتیکی بزرگی بود که از دست حکومت گذشته در رفت و خانمان ما را نیز برباد داد. حالا شما این اشتباه تاریخی را گردن حکومت‌های خارجی می‌اندازید یا گردن ملتی که همراه نظام پادشاهی سابق بود یا لااقل در مقابل حکومت پادشاهی نایستاده بود. بعضی‌ها به این مردم خاکستری، همین قشری که من اشاره می‌کنم، مردمی که به مخالفت با رژیم گذشته نپرداخته بودند ولی آنها را با مردم فریب خورده در مساجد یکی می‌کنند و می‌گویند که این مردم حق نشناس بودند. شاهشان این همه خدمت کرد ولی مردم حق نشناس بودند. می‌خوام بدانم مگر این مردم بودند که ساختن چندین هزار مسجد را توسعه دادند؟ در دانشگاه کشور مسجد ساختند، مرکز بهائیان را تخریب کردند، برای یاری دادن به آنها و گذاشتن آیت الله بهشتی و مطهری کتاب‌های درسی را مذهبی کنند، کاملا مذهبی کنند. همه را گردن این ملت مظلوم خاکستری که نه حزبی داشت و نه قدرتی اجتماعی نیندازید. یادم است که در همان 10 سال آخر رژیم گذشته که فضای سیاسی بسته‌ای داشتیم ولی روزهای جمعه در رادیو یک نفر تفسیر سیاسی ارائه می‌داد. جالب بود، در آن فضا اعلام می‌شد و اکنون تفسیر سیاسی هفته با مهدی قاسمی. خوشبختانه این انسان شریف هنوز زنده است و توانا، و من در طی سال‌های گذشته هر بار که به شرق آمریکا می‌روم چون شاگردی به سراغ او می‌روم. این بار هم در واشنگتن به دیدن این دوست ارجمند و همسر گرامیشان رفتیم. آقای مهدی قاسمی پژوهشگر و نویسنده چندین کتاب است، از جمله شیعه‌گری و شرح حال دکتر مصدق که در قربت به رشته تحریر در آمده. گفتگوی بالا بلندی را با او آغاز می‌کنیم که البته کمتر گفتگو است، بلکه بیشتر با دیدگاه با ارزش او آشنا می‌شویم، مخصوصا در ارتباط با جنبش و خیزش اخیر ملت ایران و مقایسه زمانه ما با انقلاب مشروطیت. خوشبختانه هنوز فرصت آموختن و بهره‌مند شدن از وجود اندیشمندانی چون آقای قاسمی وجود دارد که غنیمت می‌شماریم و می‌نشینیم پای صحبت او در حومه شهر واشنگتن. با ما باشید.
آقای مهدی قاسمی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومد که بتونم خدمت شما برسم. بله، هم متقابلا باید بگم که واقعا از شما متشکرم. این رو حتی گهگاه با همسرم کوران در میان گذاشتم که من وقتی صحبت از گفتگو و مصاحبه و از این قبیل امور پیش میاد، من با امثال شما واقعا علاقمند هستم که صحبت بکنم. چرا؟ دلیلش این است که کاریست سودمند، دلیلش این است که کاریست عالمانه و مردم ایران از این طریق، یعنی از طریق افرادی که به هر حال در ماجراهای زندگی کشورشون شرکت داشتن آشنا میشن و از این طریق با بسیاری از مسائل مشکلاتشون. از این جهت است که من هم تشکر میکنم، هم خوشحالم که پس از مدت ها شما رو میبینم و امیدوارم این فرصت ادامه پیدا کنه، گرچه بسیار کار مشکلی است. آقای قاسمی، طی این سالهایی که من این اواخر در 10 سال گذشته خدمت شما نرسیدم، تغییر و تحولات زیادی در ایران رخ داده، مخصوصا در 6 ماه گذشته. شما شاهد بودید؟ عرض کنم که به عقیده من این تغییرات فوق‌العاده مهمه از جهات مختلف. یک جهت عمده اون این است که من احساس میکنم، متاسفانه نمیتونم دقیقا به شما بگم که این اون چرا که میگویم منطبق با تحقیق و علمه، ولی احساس میکنم از حرکت ها، از اعتراضات، از بازتاب ها، احساس میکنم که مردم ایران خوشبختانه گام به گام راه اساسی خودشون رو از مشکلاتی که دامنگیر اونهاست و میشود گفت که قریب شاید 200 سال است گریبان اونها رو گرفته است، این راه صحیح رو دارن پیدا میکنن. روش های اونها هم حاوی فکر و اندیشه است، هم شجاعت. این مسئله دوم فوق‌العاده مهمه. شما برای بیرون آمدن از یک جهنم، از یک محیط زشت و خونباری چون فضای جمهوری اسلامی بتوانید به خودتون جرأت بدید، بیاد در خیابان ها شعار بدید، نظر بدید، درخواست مطرح بکنید و نترسید از این که شما رو به کجا می کشند، این خیلی مسئله اساسی است که تعداد کثیری از نسل جوان، خصوصا از خانم ها، از زن های ایران که چطور واقعا جان و مال و هستی خودشون رو یک باره در مراحل خاص کنار میگذارند و برای خودشون، هموطنشون، کشورشون به میدان میان و مبارزه میکنن. این از این جهت فوق‌العاده مهمه. خب شما که اشاره داشتید به موقعیت ملت ایران در طی 200 سال گذشته، بله، خب تفاوت خیلی زیادی هست، درسته؟ کاملا. خب من این نکته رو خدمتتون باید عرض کنم، در این فضای طولانی مراحلی هم هست که نشان میده مردم در مقابله با مشکلات خودشون و در مقابله با دشمن گاهی اوقات هست. ما دیدیم تاریخ نشون میده، یعنی تاریخ 200 ساله گذشته نشون میده که در به دست آوردن فضای سالم ایستادگی های قهرمانانه کردن. کی بوده؟ از جمله که من میتوانم بگم یکی از پایگاه های شروع مشروطیت ایران هست، مسئله همین تنباکوست که قراردادی که ایران با یک انگلیسی برای تنباکو بست، در حقیقت این تنها
مرجع مالی و صنعت ایران رو در دست خارجی قرار داد، کسانی که در این کار دخالت داشتند و عامل این کار بودند چنان از خود هم فکر روشن نشون دادند، یعنی راه صحیح رو پیدا کردند، هم اینکه ایستادگی با قدرت تمام. و درست در این مورد هست که شما حتی می توانید از لابلای حوادثی که در گرفت و مقاومتی که مردم از خودشون نشون دادن، مردمی که خصوص با مسئله صنعت تنباکو کار میکردن، زندگی میکردن، شما میبینید که واقعا کم نظیره. برای مثال به شما بگم، نامه های متعددی همون زمان از سوی توده های مردم که بسیاری از اونها بی‌سواد بودن، یعنی در حقیقت در دوران، من دارم از دورانی صحبت بکنم که بیش از 90% مردم بی‌سواد بودن اصلا، ولی نامه های از آنها به جز که من خود در این کتابخانه کوچیکی که اینجا دارم ملاحظه کردی، نشون میده که مردم ایستادگیشون به حد اعلا بوده و نامه هایی که برای دولت و به خصوص بعد از دولت برای آخوندها، برای ملایان میفرستادن و اونها رو به شدت مورد تعرض قرار میدادن، بسیار با اهمیت بوده. برای مثال یه نامه ای هست از یک کارگر تنباکو احتمالاً که نوشته است به میزحسن معروف، یعنی بزرگترین نماینده مذهب در ایران، شیعه‌گری در ایران، یعنی به اصطلاح آیت الله بسیار عالی مقام، اگرچه اون دوره اصطلاحاتی نظیر آیت الله و غیره نبود، ولی یه همچنان شخصیتی نامه ای بهش میرسه که چطور است یک آبی توده گوچه، میگه که چطور است که شما اگر یک بیچاره ای برای نان شب خودش یک دنبکی در دست میگیره و تبلی میزنه و دنبکی میزنه، به هزار نوع گناه متهمش میکنید، الان که مملکتتون رو دارن دست میگیرن، کشور رو دارن تاراج میکنن، صداتون در نمیاد. این و این یک دوره ایست که نشان میده مردم ذاتن راه شناس بودن، مردم ذاتن اهل مبارزه بودن و یه فرصتی هم پیدا کردن از این کار استفاده کردن. در نتیجه آخوندها وقتی احساس میکنم، یعنی بعد از 45 روز که سکوت کردن در مقابل اون دستگاه و در مقابل اون پیشنهاد تنباکو معروف به قرارداد رژی، بعد از 45 روز مجبور میشن از ترس که مریدان خودشون از دست ندن و بی دکانشان بی مشتری باقی بمونه، مجبور میشن که وارد معرکه بشن. نامه ایست که اون ملای بزرگ از نجف برای نصرالدین شاه میفرسته و در اونجا خیلی نکته مهمی این باید واقعا گفت، در این نامه من میکنن دولت رو که چرا این کار رو کردی، چرا این قرارداد رو بستی. ولی حالا دلیلی که میارن در اونجا خیلی مهمه، دلیلشون این نیست که آقا شما اقتصاد مملکت داری میدید دست خارجی، دلیلشون این نیست که شما دارید خارجی ها رو بر ما مسلط میکنید در نظر اقتصادی، دلیل آقای ملای بزرگ در اعتراضش، یعنی در حقیقت اعتراض هم نیست، نامه دوستانه است به نازرالدین شاه، میرسه این سبب خواهد شد که مردم ایران با مردم خارج مراوده پیدا کنند، یعنی میترسن از اینکه ایرانی ها با خارجی ها روبرو بشند و سخن بگویند و زندگی کنند و یه چیز تازه یاد بگیرند، اون وقتی که خطرناکه. و هر حال در اون دوره یکی از دوره هایی بود که مردم نشان دادند اهل مقاومت،
اهل راه شناسی و اهل مبارزه هستند و موفق هم شدند و بسیاری معتقدند که ماجرای تنباکو یکی از عوامل مهم انتشار اندیشه آشتوتگری در ایران بود. البته زمینه‌های اقتصادی اون از دوره فخرعلی‌شاه و از عباس میرزا شروع شده بود که نگاه به غرب شروع کرده بود، عباس میرزا به خصوص عباس میرزا و نه فخرعلی‌شاه که فوق العاده مرد عقب افتاده بیچاره ای بود، ولی به هر حال این جاریان تنباکو به مردم جرأتی داد و در عین حال نشان داد که مردم با تمام عقب ماندگی های فکری در مواقعی می توانند منافع خودشون رو کشف بکنند و در پای او بایستند. آقای قاسمی، حالا می رسیم به قیام مشروطیت. مشروطیت ایران یه مسئله بسیار مهمی است که مردم ما، خود ما، باید به اهمیت اون با تمام به اصطلاح مشکلاتش، با تمام کمبودهایی که مشروطه داشت، باید به اون توجه بکنیم. این درسی است در این حال. اون چیه؟ اون این است که اولا فکر مشروطه خواهی، ایجاد مجلس شورای ملی و به هر حال نوعی دموکراسی در ایران اولین حرکتی است در سراسر آسیا. درست. این خیلی مسئله مهمی است. در این زمینه از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی ژاپنی ها بر ما پیشی داشتند، بخشی از چین همینطور، هند که تحت استعمار انگلستان بود همینطور. ولی در اینها در اون زمانی که مسئله مشروطه خواهی در ایران مطرح شد مطرح نبود. این مشروطه خواهی رو در سراسر آسیا اول بار ایرانی ها مطرح کردن. این مسئله فوق العاده مهمه. این مردم باید جز افتخارات خودشون ثبت بکنن. ولی متاسفانه این جهت مثبت مسئله است که به ما یه تصویر خوبی نشون میده. این طرف قضیه این است که شما هر تحول اجتماعی رو که مطالعه میکنید، درونیابی میکنید، میروید بخواد ببینید که آقا علل و اسباب اون چیز، هر تحول اجتماعی رو بایستی که سعی بکنیم ببینیم که چه عواملی به هم ترکیب شدن که این تحول رو به وجود آوردن. در ایران همه اون عواملی که وجود داشت موافق اندیشه مشروطه خواهی نبود. یعنی 99% مردم که شاید جمعیت ایران در اون زمان از 10 میلیون تجاوز نمی‌کرد بی‌سواد بودند. روستاهای ایران اصلا شهر ندیده بودند. چیزی ندیده. در با تمام این مشکلات، با تمام عقب ماندگی ها، در این کشور عقب مانده عده معدودی از روشنفکران یا به قول زمان منور الفکران موفق شدند که به بخشی از این مردم عقب افتاده بیاموزند که باید دنبال مشروطه بود، دنبال قانون بود، دنبال این نبود که یکی حکومت کنه و یکی بردبار حکومت او رو اجرا بکنه. این اهمیت مشروطه در این بود. و یه نکته ای که دیگری که این رو بنده در کتاب شرح حال مصدق نوشتم، به خصوص در یک بخش کوتاهی در باره اشرافیت مصدق نوشتن، ما وقتی که به خصوص در دوره‌های اخیر ما تمدن و فرهنگ غرب آشنا شدیم، خب طبق معمول با انواع این فرهنگ ها آشنا شدیم. یکی از اونها مارکسیسم بود، یعنی کمونیسم بود، و
ما توانستیم این رو به ایران بیاریم و حتی روش عمل بکنیم. این در ایران این اتفاقات افتاده است که با این چیزها آشنا شدیم، ولی حقیقت این استش که این پدیده تازه، یعنی مثلا صحبت از رژیم کمونیسم، یعنی نظام کمونیسم، نظام ماتریالیسم یا امثال اینها که مطرح شد در ایران، واقعیتش این استش که با عقب افتادگی فرهنگی تناسب نداشت. یا آدم یعنی کشوری که 99 درصدش بی سواد، چطور میتواند مثلا با مارکس آشنا بشه و عقاید مارکس در کاپیتال مثلا بفهمه، چی گفته چی نگفته، هم چیزی نمیشه. ولی در چنین شرایطی بود معدودی که با دنیای غرب و امتیازات دنیای غرب که مهمترین رو راه به عقیده و دموکراسی بود آشنا شده بودن، به انواع اشکال هوشمندی توانستند حتی توده های مردم رو کمابیش با درستی فکر مشروطه خواهی آشنا بکنند. این کار مهمی بود که یه معدود منور الفکر ها مصمم او شدن، که تازه بخشی از این معدود منور الفکر ها فئودال بودند. اینها مردمانی بودند که به اصطلاح با سیستم صنعتی، نظام صنعتی که به قول غربی ها بورژوازی رو زمین ساخت، آشنا نبودند. و این افراد آمدند و با مردم عادی صحبت کردند و کارهایی کردند، در مقابل قشری از آخوندها ایستادند، قشری دیگر از آخوندها رو به دنبال کشیدند. دقت بفرمایید چی عرض می‌کنم، به دنبال کشیدند، نه در دوران جدید که روشنفکران ایران که از بهترین دانشگاه‌های دنیا هم تصدیق گرفتند به دنبال کشیده می شود. روشنفکران این دوره ما 44 سال پیش به دنبال آخوندی رفتند که بیسوادیش مساوی با بیسوادی دوران مشروطه خواهان بود، و در حالی که معدود روشنفکرانی که در دوره قاجاریه به سوی مشروطه خواهی رفتند مثل فرقی بودن همه شون یا دوله و سلطنه و غیره هم بودن، چطور این افراد عرض کنم که توانستن مردم رو به سوی یه فکر جدید بکشن؟ اینا همه بعضی هاش واقعا اعجاب آوره. یکی از بزرگان همین قوم به یکی از دوستان خودش ببینید نامه می‌نویسه که این نامهش عیناً هست. در این نامه می‌نویسه که ما باید در این جریان مشروطه خواهی از پاره آخوندها که بعد خودش صفت به اونها میده نیمه جان، یعنی حتی موجودات نیمه جان، استفاده کنیم. چرا اینا در مردم نفوذ دارن؟ ما از طریق اینها مردم رو به سوی فکر مشروطه بکشیم. اما قصدمون این بود که وقتی شما آخوندها رو به دنبال بکشید، مثل آخوند معروف نجف که در حقیقت رؤسای مذهبی شیعه‌گری بودند، اون سه نفر مثل تهرانی، شهرستانی و امثال اونها، این افراد عرض کنم که نمیدونستن مشروطه یعنی چی. اتفاقا در این زمینه کسروی یه مطلبی نوشته در یکی از آثارش، میگه اینها در حقیقت نمیدونستن مشروطه چیست، فکر میکردن که اگر مشروطه برپا شود اینها به صدر خواهند آمد
بزرگ خواهند شد، یعنی حکومت و قدرت رو در دست خواهند گرفت. اینه این تصور میکردن. یه عده دیگه هم نخیر دنبال قضیه رو دنبال قدیم میرفتن، مثل فرض بفرمایید که چی از نماز جمعه تهران رو کسی میخوند که دشمن باید سلطه بود. خب اینا در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. این عده معدود توانستن این جمله آخوندها رو دنبال بکشن. فرق داشت با اون عرض میکنم تکرار میکنم فرق داشت با انبوه روشنفکرانی که در قبل از این انقلاب به اصطلاح اسلامی که من میگم فاجعه اسلامی، قبل از اینها که آمدن به دنبال کشیده شدند، اونها به دنبال کشیدن آخوندها رو، اینا به دنبال آخوند کشیده شدند. این مشکل روز بود، مشکل زمان بود و فاجعه تولید کرد. فاجعه. حالا آقای قاسمی، از قیام مشروطیت تا 1299 که سر و کله رضا شاه پیدا شد، به هر حال مشروطیت کاربرد نداشت تا اون سال نداشت، درسته؟ بله، ولی بهازا همون مشروطه ناقص، همون مشروطه ای که به هر حال آخوندها رو رنجونده بود و به کنار زده بود، از جمله مثلا تأسیس عدلیه، یعنی تأسیس قانون، هنوز عدلیه که در زمان رضا شاه به این صورتش در آمد، ولی از لحاظ اینکه قانون به وجود بیاد، روابط انسان‌ها بر اساس قانون باشه، این چیزها عمل کرده بود تا حدودی نیم‌بند، تا حدودی ولی نه به حد. چرا نتونسته بود عمل بکنه؟ برای اینکه مشروطه هم مثل همه نظام های دیگر احتیاج به لوازم ادامه حیات داره، یعنی شما اگر لوازم مشروطه‌گری رو در اختیار نداشته باشید، خب طبیعی است که نمیتونستید مشروطه به وجود بیارید، ولی در همون حدی که به وجود آوردن، در همون حد این فکر قانونگذاری و قانونمندی رو بین مردم بردن. دو سه قرارداد در همین دوره بین رضا شاه و عرض کنم که مشروطه پیدا شدن مجلس شورای ملی، دو سه تا قانون که روس و انگلیس ایران رو تقسیم کرده بود، بله اینها رو لغو کردن. یعنی همین مجلس ناقص، همین مجلسی که هنوز خوب شناخته نمیشد، موفق شد لغو کنه. و بعدم در مقابل آخوندها که از امروز هم تعدادشان بیشتر بود، هم قدرتشون بیشتر بود، توانستن بیستن. و عرض کنم که در مجلس شورای ملی سفیر انگلیس یا کارگزار انگلیس نامه معلوم است که هر روز این آدم در مجلس شرکت میکرده و یه تصویری هم از این مجلس به دست میده، میگه یه نفر اون بالا به عنوان رئیس رو صندلی میشست، بقیه چهارزانو در مقابلش میشستن و با همدیگه هم تعارف میکردن و مثل اینکه به مهمانی همدیگه رفتن. میگفت اولش بسیار مسخره به نظر میرسید، ولی در عرض شش ماه این نماینده انگلیس مجلس ایران داره شبیه مجلس مادر میشه، منظورش مجلس مادر مجلس انگلستان بود. میگو خیلی نظمی پیدا کرده، حالا دیگه میتونن کارها رو بر اساس یه نظم بسیار منطقی و صحیح پیش ببرن. و رفته رفته، خب همه چیز همینه، رفته رفته آشنا شده بودن و میشدن. منتها باز دو مرتبه برخوردیم به یک دوران دیگری که همون مسئله کودتای بله. خواستم من عرض کنم 1299 بله 299 بله، بعد تسخیر تهران توسط رضاخان و رضاخان شما اون موقع هنوز به دنیا نیومده بودید. نیومده بود. بله. چه سال شما به دنیا آمدید؟ من 1307 البته سالهای کوتاهی پس از پادشاهی رضاشاه
پس از اینکه کودتای محمد علی شاه صورت گرفت و مجلس رو منحل کرد و عده رو هم به کشتارگاه فرستاد، از جمله روزنامه نویس معروف اون دوره رو و چاه انداختن کشتن، اینها هم یه دفعه فرار کردن، مثل افرادی بودن که محمد علی شاه با اونها سخت دشمنی داشت و دستور داد دود بکشتن و به هر حال تونستن فرار بکنن. بعد از این ماجرا رضا خان وارد قدرت اساسی میشه، یعنی در ردیف قدرت اساسی میشه. چیز جالب اینه، در اینجا نکته جالب این است که اولین دولتمرد ایرانی است که میگوید ایران باید جمهوری بشه. درست. و من میخواید برای ریاست جمهوری خودش، دلیلش هم برایش روشن بودی، خیال میکرد میدید که یه دهقان، یعنی یه خواهر، یه خانواده ضعیف و ناداری و به هر حال روستایی. رسیده به یه مقامی روستایی، حالا نمیتونه پادشاه بشه. اون پیش خودش فکر میکرد که پادشاه باید موروثی باشه و اینا، و خواست برای اینکه راه رو به روی ریاست جمهوری خودش باز بکنه، آمد اعلام جمهوریت که ما باید جمهوری بشیم. نوشت یک باره، خیلی جالبه، خیلی جالبه. آقای عرض کنم که خمینی میگفت جمهوری اسلامی و سلطنت کفره، این آخوندهای معتبر زمان، یعنی آخوندهایی که رهبری رو به دست داشتن، یک باره بر ضد رضا شاه شروع کردن مبارزه کردن و تاختن که آقا اینجا کشور سلطنته، اینجا کشور جمهوری نیست. رضا شاه از ترسش هنوز قدرتی نداشت، پاشد رفت قم، رفت قم با اینها مذاکره کرد. اعلامیه بعدیش هم هست، من الان دارم در همین کتاب خونم. در اعلامیه بعدی گفت که از این پس تمنا میکنم که درباره جمهوری صحبت نشود، زیرا من با علمای اعلام صحبت کردم، اونها من رو راضی کردن که ما باید و همین پادشاهی که داریم قانع باشیم. باید که نوبت به خودش رو سدزیا رسید که بدونید که کودتا کرد. سدزیا دین طباطبایی خب نخست وزیر بود، این در حقیقت وزیر جنگ سردار سپه بود، زیر دست بود، ولی قدرت با این بود، کمکی هم از خارج شد به این، در حقیقت به توجه به رضا خان داشتم. و رضا خان بعد از سه ماه، بله فکر میکنم بعد از سه ماه سدزیا دلتباره بیرون کرد و خودش یه مقام بالاتر آمد، راه رو برای سلطنت باز کرد. در همون دوره سلطنت هم این وقایعی که اتفاق بیفته نشون میداد که مشروطه یه تفکره مثبتی بین مردم ایجاد کرده. پنج نفر یا شش نفر نام نفیزی کردن، چون وقتی رضا خان خواست که قاجاریه نفی بکنه، پنج شش نفر به مخالفت برخواستن که یکی از اونها دکتر مصدق بود، بقیه مثل ملک و شعرهای باهار و چندی دیگر که در حقیقت هر کدومشون دو دقیقه سه دقیقه تو مجلس صحبت کردند و بر ضد این که مثلا رضا خان که میخوان به هر حال به سلطنت برسونند، در ضد این چنین ماجرایی مخالفت کردند و صحبت کردند. ولی در بین پنج شش نفر تنها مصدق بود که قریب پنجاه دقیقه گویا درباره این موضوع صحبت کرد. و نکته بسیار جالبی که تو سخنان مصدق بود و هواخوانش هیچگاه به این نکات توجه نکردن این بود که مصدق در نطق خودش به رضا خان نتوپید، رضا خان رو نفی نکرد، نگفت که این آدم آدم لایقی نیست برای این کار، گفت برعکس، گفت من میگویم رضا خان بگذارید نخست وزیر باشد و شاه نباشد. چرا؟ برای اینکه شاه به موجب قانون اساسی ایران فاقد مسئولیته
در حالی که این آدم اومده راه ساخته، نام چه کرده و حیف است که ما این نیرو رو بگذاریم عوض بشه. 50 دقیقه 60 دقیقه در این باره صحبت کرد و مجلس رو ترک کرد تا اینکه خورده خورده دشمنی ها بالا گرفت و رضا خان مصدق رو به تبعید فرستاد که ماجرا شد. بعد در تاریخ بود. بعد حالا به این ترتیب میرسیم به سال 1320 که شما اون موقع 13 سالتون بود. بعد 13 سالم در تهران بود. تصدیق ششم ابتدایی میگرفته بودم. بعد هنوز فعالیت اجتماعی نداشت. ابدا اون نمیشد. 13 در همون حدود سنم فکر میکردم، در همون حدود سنم به مدرسه میرفتم و این مصادفه با این دوره است که به دستور رضا خان، یعنی دیگه رضا شاه در حقیقت، دستور رضا شاه دانشگاه به وجود آمده بود، مدارس متوسطه دخترانه به وجود آمده بود، مدارس پسرانه به وجود آمده بود، مدارس شکل مدرسه به خودش گرفته بود و چیزهای راههای ساخته شده بود، کارهایی شده بود که به با دنیای غرب آشنایی داشت، با دنیای غرب سرخیت داشت، اینا رو به وجود آورده بود در این حال. ولی چون از طریق در حقیقت فشار، از طریق یک نوع استبداد بسیار سخت این مسائل به وجود آمده بود، اونطور که باید مقبولیت پیدا نکرده بود، چون مردم دنبال این خودمختاری هستن. دانش عمومی مردم هم خیلی پایین بوده. پایین بوده، خب دنبال یه دنیای گذشتهشون بوده دیگه. در مردم در این حال نمیخواستن به زور و به جبر و در این حال شیوه های سابق به زور و جبر کار بشه و به شیوه های با گذشته از کنم علاقه بیشتری نشون عادت کرده بودن. خود من در این مورد، مثلا در مورد رضا شاه، دوره رضا شاه باید بگم من هم خوشحال بودم به عنوان یه بچه یا یه نوجوان، هم ناراحت از کجا بودم؟ مدارس شکلش عوض شده بود، یعنی میز و نیمکت گذاشته بودند و شکل مدرسه اروپایی به خودش، مکتب خانه نبود. من در حالی که میدونی مکتب خانه یه آقای یا والا اتاق میشست با یه چوب 5 متری که یکی اگر تای اتاق شیطونی میکنه با چوب اونجا دو مغز، و آدم از اون فضای مکتب خونه خوشش نمیاد، بچه خوشش نمیاد. این روحیه به اصطلاح دوران مکتبداری باقی مانده بود و این انسان رو میرنجوند. و اداره مدرسه بسته بود به اینکه مدیرش آدم باشعوری است، فهمیده است، خوبی است یا برعکس. ما در رحله اول یادم یه مدیری داشتیم، یادم هست قد بلندی داشت و اسمش هم انتقاد آقای فروهر بود، با بچه ها به نوازش رفتار میکرد و بچه ها دوستش داشتن. پس از چندی اینو برداشتن، یه مدیر دیگه ای برای ما آوردن که الان اسمش هم یادمه، احمد صدی. آقای این آدم به نظر من یه مقدار گرفتاری روحی داشت، مثلا بچه 7-8 ساله کلاس اول رو صبح زود می آورد سر صف نگه می داشتن، این آقا از دفترش می آمد پایین با چند تا چوب تازه تر کف دست این بچه کوچک رو 10 تا سران ضربه می زد، به طور که گاهی خون از دست این بچه می آمد. چرا؟ برای اینکه گفته بود در این مدرسه دویدن قدقنه. این بود که من واقعا من و امثال من روزهای پنجشنبه که میشد عصر خوشحال بودیم که غلا یه جمعه راحتی داریم، روزهای دیگه عزا میگرفتیم که بعد صبح بلند شیم بریم عرض کنم مدرسه، چون تو این مدرسه یه همچین موجود
خطرناکی وجود داشت که بچه ها از نگاه به او وحشت داشتند. خب این فضا بود، ولی رفته رفته خوب اینا عوض میشد، به خصوص وقتی دوره متوسطه شروع میشد. این است که یا مثلا یه دوره پیش آمد که پیش آهنگی شروع شد که هم توش عرض کنم که فعالیت پیش آهنگی بود، هم شوخی رو عرض کنم که از این قبیل گاهی اوقات هم حوادثی در میگیرم که خنده دار بود واقعا. در یه موردش برای شما تعریف کنم، این زمین دانشگاه تهران دیده بودید، چون تازه به دستور رضا شاه اونجا رو گرفته بودم برای تأسیس دانشگاه تهران. در بالای اینجا مدرسه طب بود که تا آخر هم همینطور بود، تا اونجا که ما بودیم مدرسه طب بود، بقیه درختکاری و باغچه بود. کسانی که از مدارس مختلف به عنوان پیشاهنگ می آمدند که روز چهارم آبان مثلا یا روز 1299 روز مراسمی شد در جلالیه. جلالیه یک زمین بسیار وسیعی بود در مقابل رودخانه‌ای که از رودخانه کرج منشأ مثل که برای اسواری بله اسواری میکرده. روزهای به اصطلاح نمایشی رضا شاه، فرزند جمیل محمد رضا شاه، دختران، همسر و رئیس ستاد وقت در یک اتاقکی می‌ایستادن و این افراد از جلوی اینا رژه می‌رفتن. اول هم بچه ها می‌رفتن، یعنی همین پیش آهنگا، اول دخترها و بعد پسرها، بعد هم دستور داده بودن که دخترها بعد به پسرها سلام بدن. همین باعث مشکل شد بود برای ما. بعد عرض کنم که ما میرم بار صبح می‌بردن در زمین دانشگاه قضا بوده بخوریم و چه بکنیم و چه بکنیم. بعد از اون را می‌افتدیم می‌رفتیم به محل رژه و اونجا رژه که تمام شد می‌رفتیم خونه هم، یعنی می‌بودن. یک دوستی ما داشتیم در همین مدرسه بود، پدر مادرها خیال می‌کردن که حالا بچه هاشون با پیش آهنگی میرن به فلان جا، حالا دنیا رو تسخیر خواهند کرد و اینا، غذای کافی به این بچه ها میفتن برای بچه هاشون تهیه میکردن. از جمله یکی از اینا خیلی چرب و نرم به مادر پدر براش غذا فرستاد. موقعی که شروع شد به رژه، این بچه بود 12 سالش، بچه اعلام کرد که من احتیاجی به رفتن به عرض کنم که دستشویی دستشویی هست. مدیر کار که به اصطلاح اداره این رژه در دستش بود، نمیشه دیگه، کار تموم شده، خودت نگه دار برو. این بدبخت بچه 12 ساله هم راه افتاد. نزدیکی های اون محلی که رضا شاه به سرش و دیگران ایستاده بودند و رژه رو به اصطلاح اداره میکرد یا تماشا میکردن، این بچه نتوانست خودش نگه داره و شروع کرد به پاشیدن کثافات به این طرف و اون طرف و از جمله خود ما. همه ما با یه حالت بدی از اون منطقه رفتیم و رضا شاه شانس آورد که در طبقه بالا بود، بهش نرسید دیگه. ما رو بردن، حالا رسیدیم به اتوبوس که ما رو میخواد ببره به خونه. اتوبوسی میگه من این رو نمیبرم. داستانی بود از این اتفاقات هم در میگرفت و اینها. به هر حال اون دوره هم تموم شد که دوره با قول شما 20 شروع شد. حالا من از شما در همین ارتباط میخوام سوال کنم. 1320 زمانی که رضا شاه مجبور شد کشور رو ترک کنه، شما 13 سالتون بود. 1320 تا 1332 بله، یعنی اون کودتای معروف که هنوز زخمش بر جامعه ایرانی تازگی داره. بفرمایید که اون 12 سال رو شما چگونه گذراندید؟ من فقط میدونم شما عضو حزب توده بودید، از جزئیاتش هیچی نمیدونم.
من فقط میدونم که شما عضو حزب توده بودید. بله بیشتر بله. چیزی نمیدونم. بله. عرض کنم که این ماجرای عضویت من در حزب توده سوالاتی برای این اون، البته نه به اعتراض، نه به موافقت، بلکه میخوان نابود بدانن که آقا یه جوانی مثلا، چون من در حدود شاید 18 سالم بود، 17 سالم بود که عضویت حزب توده رو قبول کردم، چطور شد از من سوال میکنن که چه شد که تو رفتی تو حزب توده؟ مگه میدونستی حزب توده چیه؟ چه میگه؟ چه میخواد؟ همچی چیزی که ندیده بودی؟ چه شد رفتی؟ من یه برادری داشتم که آدم باسوادی بود انصافا و نویسنده خوبی هم بود. این آدم در دوره رضا شاه عجیبه، خیلی طرفدار رضا شاه بود. بعد از رضا شاه مدتی گذشت و دیدیم تغییراتی در این شده. 11 سال 12 سال از من بزرگتر بود. من وقتی که وارد مدرسه چیز شدم، متوسط شدم، اون لیسانسی هم گرفته بود و با همین بزرگان ادب اون زمان رفت آمد داشت. این شخص من چطور شد که به حزب توده پیوست نمیتونم، ولی من به این آدم اون موقع علاقه فوق‌العاده داشتم. برادر بزرگ بود، به منم محبت میکرد، من علاقه داشتم، هر کاری او میکرد من میکردم. یعنی جوابی که من دارم به کسانی که میگن آقا چطور در 16 17 سالگی 12 سالگی راه پیدا میکنی به یه حزب خیلی منسجم بزرگ مشخص، این جواب بده. البته اول هم همون سازمان جوانان دیگه. بله وارد ما اول وارد سازمان جوانان میشیم، یه دوره اونجا میگذروندیم. وقتی که میرسیدیم به 20 و 21، از 18 که میگذشتیم میرفتیم آخر حزب میشدیم. این یک علت بود، یعنی تشویق، نه تشویق بلکه پیروی از برادر، این یک علت بود. یه علت دیگه شبیه بود در مدرسه ما که مدرسه علمیه بود، جمع مسجد سپهسالار رو روز نمیدونم حالا چجوری شده اینا، مدرسه منم بود، من نزدیک مجلس شورای ملی اگه یادتون باشه، من چسبیده ببین، من در اونجا یکی دو تا از بچه های کلاس 12 بودم که توی مدرسه نفوذ عجیبی داشتن. شاگردا خوب سخن میگفتن، خوب حرف میزدن، اعتراض میکردن، بچه ها اینا رو دوست داشتن. طبق معمول آدم یه نوع کشش به اینجور آدم رو پیدا میکنه. منم گفتم خوب من چرا نباشم. این عامل دومی بود که من کشید به سازمان جوانان حزب توده. در سازمان جوانان حزب توده من چون انشابم خوب بود، البته این هم شمرت پیدی کرده بود تو مدرسه، ما رو بردن در مجله ارگان جوانان. اون موقع توده آزاد بود، عرض کنم که یک مجله داشت برای جوانان، یه روزنامه داشت برای کارگران، یه روزنامه داشت برای زنان و یه روزنامه ارگان مرکزی اسمش رهبر. این تشکیلات تنها تشکیلاتی بود که اون موقع وجود داشت. بله، مهمترین مسئله این بود که پس از رفتن رضا شاه و چون دیگه هیچ سازمان سیاسی در دوره رضا شاه امکان ادامه حیات نداشت، بعد که اون رفت این احزاب به وجود آمدن و همونطور که یک بار خدمتتون عرض کردم مثل علف هرز همینطور به جای زمان گذشته که اثری از حزب و غیره نبود، همینطور حزب و جمعیت و فلان به وجود آمد که مهمترین اینها، منطقی ترین اینها از نظر سازمانی دارم کرد، نه منطق فلسفی، از نظر سازمانی دارم میکرد که اینها همون حزب توده بود که جلساتی داشت، گفتگو میکرد، مثلا حوزه های حزبی درست شده بود که یک مسئول داشت در این حوزه حزبی، یک فردی بیامد، یکی از افراد رفته بود مطالعه کرده بود مثلا مارک چه گفته در فلان جا، یک چند تا جزوه هم چاپ شده بود، میرفت اینا رو میخوند، میومد تو حوزه صحبت میکرد
بعد آخر سر راجع به اخبار روز صحبت میشد که در مملکت چی گذشته و بعدم هر کسی یه مقدار پول میداد و به هر حال تعطیل میشد تا هفته آینده. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.